آقا عجب چیزی شد این کتلت ها، ولی دوست ندارم بخورم ازش. دوست دارم که وقتی که آماده شد امتحان نویجش کنم، سعی میکنم زخیم ترش بکنم. اینم از این. آقا سلام عرض میکنم خدمت تک تکتون. میخوام بهتون یه غذای مشتی آموزش بدم. البته این فلفل هم نصفیشو نیاز داریم. خب امیدوارم که خوب و خوش خورم باشید. یه دونه کتلت مشتی میخوام بهتون یاد بدم، کتلت نخود فرنگی. نخود فرنگی باید تازه باشه، نخود فرنگی خوشمزه باشه. منم که میدونید با تنها کمپانی که کار میکنم کمپانی نوبر سبزه. اینه هم نخود فرنگی های بسته بندیشه که تو شرایط خوبی کاشته شده، تو شرایط خوبی رشد کرده، آب کشاورزی داشتن و به هر حال اکودا خیلی خوب استفاده کردن، یه محصول خوب و درستش کردن. هر جای دنیا باشید میتونید یه محصول رو بخرید. نخود فرنگیشونه 400 گرم نخود فرنگی ایرانه. اینا رو وقتی که من تو میکسر میریزم بوش تمام خونه رو برمیداره. به هر حال تمام مشخصاتش رو براتون این پایین میذارم و میتونید شما هر فروشگاهی که رفتید، البته ایرانی، خیلی فروشگاه عربی، هر جای دنیا که باشید این محصول رو بتونید تهیه بکنید. بریم سراغ مواد اولیه. پودر کاری داریم، ادویه کاری، فلفل سیاه داریم، ارگانو داریم، زردچوبه داریم، گوشت چرخ کرده 200 گرم، 4 تا دونه سیب زمینی داریم، سیر سرخ کرده، محصولات البته سرخ کرده منجمد خیلی باحاله، محصولات نوبر سبز سیر سرخ کرده داریم و همینطور پودر سوخاری که از نون معمولی درست شده، نمک، 2 تا دونه تخم مرغ، 1 دونه پیاز و 1 نصف فلفل تون. این فلفل از اون فلفل راستا و فلفل لوین چریزه. خب این از این. حالا کاری که میکنم اینه، میکسرم رو میارم و استارت کارو میزنم. من تقریبا نیاز به 250 گرم از این پروداکت نوبر سبز رو دارم. ببینید نخود فرنگیش خیلی درشته با این نخود فرنگی هایی که میبینید از کشور عربی میاد، خیلی متفاوته، به خصوص کسایی که عزیزایی که تو استرالیا. خب این از این تقریبا فکر میکنم این الان ببینم یه مقدار دیگه بریزم، این الان 250 گرم شد. حالا کاری که میکنم حسابی اینو تو میکسر میزنم تا یه خمیر خوب ازش بگیرم. یه مقداری که از خمیر شدنش گذشت، میبینید له شده، یه مقدار که گذشت شروع میکنیم پیازارم داخلش اضافه کردن. اینم از پیازام، یه دونه پیاز برای این مقدار کفایت میکنه. حالا این پیازا کمک میکنه که اینم بهتر چرخ بشه. تو همین مرحله من فلفل توندارم بهش اضافه میکنم. این کتلت تنده ولی خوشمزه. این از این. و چرا حالا سیر سرخ شده استفاده کردم؟ وقتی میخوری سپرایزت میکنه، مثل تافی مغزدار میمونه. بعضی چیزا سرخ کردش داخل غذا خیلی خوشمزه تر و بهتر میشه. این از این. و یه مقدارم نمک بهش اضافه میکنم تو همین مرحله، ولی ادویه ها رو نمیزنم، بعد میکس شدن ادویه ها رو میزنم. یه مقدار نمک و میریم دوباره برای میکس کردنش. این از این. موادی که وجود داره به این شکل در اومد، میبینید اینو من خالیش ما. حالا چرا ادویه ها رو نزدم؟ اگه ادویه رو اون اول اضافه می‌کردم نمیتونستم تشخیص بدم که کاملاً چقدر ادویه نیاز دارم. اینو ببینید مایه‌ای که در اومده به این شکله. خیلی هم خوشمزه شده. همین جوریش اصلا آدم میتونه باهاش دیپ درست بکنه. اینم از گوشت چرخ کرده داخلش اضافه می‌کنیم، اما هنوز موقع سیب زمینیمون نشده. چون سیب زمینی رو باید رندش بکنم و حسابی آبگیریش بکنم. این از این مرحله. خب حالا کاری که میکنم برای اینکه یه مقدار اینو سفتش بکنم، از کمی پودر سوخاری استفاده میکنم. اینم از پودر سوخاری، تقریبا به اندازه نصف یه استکان
بهش پودر سفالی اضافه میکنیم، چون هم باعث پوک شدنش میشه، به چسبندگیش کمک میکنه و اینکه خوشمزه ترش میکنه. حالا میرم سراغ سیب زمینی ها رو رنده کنم و برگردم. خب اینم از سیب زمینی هامون. بعد اینکه آبگیریشون کردم، لای یه دستمال میریزم و دوباره یه فشار بهش میدم. چرا دارم دقت میکنم؟ چون من آب پیاز رو نگرفتم برای اینکه کتلتمون یه رطوبت خیلی خوب داشته باشه و خشک نشه داخلش. اینم از سیب زمینی ها، میبینید الان آماده است. خب دیگه حالا به این چند تا هم زیاد گیر ندیم، این الان بعدن ور میدارم بذارم کنار. خب این از این، حالا میایم با این موادمون اینا رو مخلوط میکنیم. میبینید به این شکل. حالا چه میزانی مخلوط میکنیم؟ به اندازه‌ای که کاملا از ترکیبمون مطمئن بشیم. خب آرد سخاری هم به ما کمک کردش که این ترکیب سفت بشه، ولی طعم اون آب پیاز نرفته و داخلشه. این یه کار حرفه‌ای خوب در اومده که خودم هم ازش راضیم. تا به اینجا میریم سراغ ادویه ها. زردچوبه، یه قاشق چایخوری، ارگانو 1 و 2، فلفل سیاه 1 قاشق، چون فلفل تنده رو بهش زدم. کاریام توش فلفل داره، تو کاری هم دقت میکنیم، 1 و 2 قاشق هم بهش کاری اضافه میکنیم. نمک تقریبا میدونم به اندازه 1.5 قاشق چایخوری هم نمک نیاز داره. تخم مرغ هم چکش کنم و اضافه کنم بهش. اینم از تخم مرغ و میرم برای مخلوط کردنش. به اندازه 2-3 دقیقه مخلوطش میکنیم و بعد میریم پای گاز با هم دیگه. خب اینم از کتلتامون و داره آماده میشه. حرارتش هم ملایم رو به بالا باشه. دیگه ضخامتش دست خودتونه، اگه دوست دارید ضخیم بشه یا نازک بشه. چون من میخوام ساندویچش کنم، سعی میکنم ضخیم ترش بکنم. اینم از این و دیگه میریم برای سرخ شدنش. چون این سرخ کردن آنچنان هم نداره، زیاد سعی کنید که سرخش نکنید، برشتش کنید که رو طعمش تاثیر بذاره. آقا عجب چیزی شد این کتلتا، ولی دوست ندارم بخورم ازش. دوست دارم که وقتی که آماده شد امتحانش بکنم. اینم از این و یه مقداری جا تنگه، ولی بابت برگردوندنش نگاه کنید به راحتی برمیگرده، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. با خیال راحت رسیپی رو دنبال بکنید. حالا سلیقه ای، اگرم چیز دوست داشتید خودتون میتونید بهش اضافه بکنید. در هر حال ایرونی ها که همه با سلیقه. دمتون گرم، دیگه میریم برای سرو کردنش. این علکی مهر تایید پای غذا نمیزنم، این یکی از اون کتلتایی بود که واقعا مستم کردش. اون قلقی هم که بهتون یاد دادم، اون سیرا وقتی که خورده میشه میگم تو دهن باز میشه طعمش و سورپرایزتون میکنه. حتما اون کارم انجام بدید. اینم از غذامون آماده شد. به به به، ببین چه دیزاینی. خانومم میدونید میگه اسم این سبک دیزاین چیه؟ میگه سبک خاله بازیه. بچه‌ها دیشاشون اینجوری دیزاین میکردن، ولی خود سادگی یه زیبایی خاصی داره. به هر حال دمتون گرم. خیلی هم دیشایی که میبینید درست شده، خوشگل قشنگ، فقط برای عکس انداختن، قابلیت خوردن نداره. چون بعضی وقتا بعضی از دیشا زمانی که میبره، زمان آماده سازیش چیزیه که با چشم دیدم یه دفعه 25 دقیقه 30 دقیقه زمان میبره یه دیش تزیین بشه. اون غذا نه مزه داره نه طعم داره. آقا دم همتون گرم، سفرتون همیشه رنگی، دم نوبر سبزم گرم با این نخود فرنگیاش. خدا وکیلی نخود فرنگی رو نگاه کنید، کیف بکنه آدم. به هر حال میدونم اونایی که خارج ایرانن مثل من دوست دارن طعم ایرانو بچشن. راستی
داریم میشیم 200,000 نفر. یه جشنم حتما میخوام بگیرم. از خانومم تشکر و قدردانی بکنم برای اینکه کمک کرد این کانال امروز به این بزرگی شد. آقا دم همتون گرم، دوستتون دارم، خدایا رو نگهدارتون.